مقابله با FPV ها، تهدید نوظهور که برای تمام سطوح نظامی و غیر نظامی ممکنه ایجاد بشه. سلام و عرض ادب خدمت تمام شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارتیزان، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه های ما. امروز با هم قراره با تهدید نوظهور و به شدت رو به رشد آشنا بشیم که قیمت تمام شده بسیار پایینی داره، اما مقابله با اون هزینه های زیادی رو میطلبه. قبل از اینکه به ادامه این ماجرا بپردازیم، اگر تا الان ما رو سابسکرایب نکردید لطفاً ساب کنید و با لایک ها و کامنت هاتون از ما حمایت کنید و به ما انرژی بدید. خب حالا بدون معطلی بریم سراغ اصل مطلب. واژه FPV یا First Person View حالتی از هدایت وسایل بدون سرنشینه که در اون اپراتور تصویر اول شخص رو از دوربین جلوی وسیله هدایت شونده که همراستا با زاویه حمله هستش رو مستقیماً و به طور زنده در مانیتور یا عینک هوشمند خودش مشاهده میکنه. این تکنولوژی ساده که عمدتاً توسط امواج رادیویی ارتباط خودش رو برقرار میکنه، در ترکیب با مولتی روتورها که پهپادهای کوچیک و بسیار مانورپذیری هستن، جنگ افزاری خطرناک و ارزون قیمت رو پدید آورده که هم به عنوان ابزار شناسایی و جاسوسی و هم به عنوان یک سلاح تهاجمی و انتحاری به کار گرفته میشه. خب چرا FPV ها در این هم خطرناکن؟ اولا قیمت بسیار پایینه این دست از تسلیحات در مقایسه با سایر تجهیزات نظامی که مطرحه، که باعث میشه که برای ساختنشون کمترین میزان بودجه صرف بشه و از طرفی نرخ تولیدشون هم به دلیل سادگی خط تولید بالا باشه. دوما این تسلیحات از هیچ تکنولوژی خاص نظامی استفاده نمی کنن و تمام تجهیزات مورد نیاز برای ساخت اونها در بازارهای غیر نظامی با قیمت مناسبی قابل خریداریه. از خود مولتی روتور تا سیستم های رادیویی و دوربین هایی که امروزه با کیفیت بالا فیلم برداری می کنن در دسترس عموم قرار داده. تنها بخش کمی که تایه اون ممکنه سخت باشه مواد منفجر است که اون هم با کمی تلاش حتی توسط شهروندان عادی هم قابل تهیه شدنه. دلیل بعدی خطرناک بودن FPV ها عدم توانایی اکثر پدافندهای فعلی برای مقابله با اونهاست. سطح مقطع راداری چنین پرنده هایی به شدت پایینه و عملا برای بعضی از باندهای راداری کشف چنین اهدافی غیر ممکنه. بقیه باندهای راداری هم صرفا توانایی کشف این پهپادها رو در بردهای بسیار کوتاه دارن. ارتفاع پروازی FPV ها بسیار پایینه که این قضیه کار کشف رو برای رادارها سخت‌تر میکنه و همچنین اثر حرارتی ناچیزی دارن که باعث میشه که کشفشون توسط سنسورهای فرو سرخ هم به شدت دشوار باشه. خب FPV ها میتونن زیر ساختهای صنعتی استراتژیک مثل نیروگاه ها و پالایشگاه ها و یا حتی کارخانجات و سایت های نظامی رو به راحتی با این ویژگی هایی که دارن از مدار خارج کنن و از طرفی در میدان جنگ هم برای پرسنل ادوات پدافندی و زرهی و یا نفرات پیاده هم یک دردسر جدی و کشنده محسوب میشن. شاید بپرسید که راه حل مقابله با این تهدید نوظهور پس چیه؟ در ابتدا به مبحث پدافند علیه FPV در میدان جنگ بپردازید که به طور کلی به دو نوع سخت و نرم تقسیم میشه. در روش سخت میشه از سامانه های پدافندی توپخانه‌ای و تیربارهای سنگین تجمیعی استفاده کرد. در واقع واحدهای تهدیدپذیر مثل مواضع توپخانه‌ای و یا سامانه‌های پدافندی موشکی تاکتیکی برای مواجهه با FPV باید تحت حفاظت چنین توپ‌هایی قرار بگیرند و حتی از رادارهای کوتاه بعد تاکتیکی و الکترواپتیک هم میشه برای افزایش آگاهی محیطی استفاده کرد. برای نفرات هم میشه از سلاح‌های ساچمه‌زن برای مقابله با FPV ها استفاده کرد. تا به امروز موشک پدافندی تخصصی برای مقابله با FPV ها تولید نشده و موشک های فعلی برای مقابله با اونها به هیچ وجه بهینه نیستن. در بخش مقابله نرم که در جنگ اوکراین شاهدش هستیم، از اخلالگرهای رادیویی برای پارازیت انداختن و یا قطع کردن ارتباط FPV ها با اپراتور اونها استفاده میشه. در مناطق عملیاتی میشه از اخلالگرهای تخصصی مثل کراسوخای 4 استفاده کرد که محیط رو برای فعالیت FPV ها ناامن میکنه. همچنین بر روی ادوات مکانیزه و زرهی از انواع اخلالگرهای تجاری و نظامی برای ایجاد حفاظت علیه ریز پرنده های انتحاری استفاده میشه. حتی اخلالگرهای قابل حمل توسط نفرات هم در اختیار طرفین جنگ دیده شده.
سلاح‌های الکترومغناطیسی قابل حمل توسط نفرات هم از دسته تسلیحاتی هستند که میتونه تقریبا تمامی ارتباطات FPV ها رو مختل کنه. اخیراً هم شاهد ظهور نوع جدیدی از حفاظت فیزیکی به نام زره قفسی هستیم که برای ادوات مختلفی نصب میشن. زره قفسی در صورت نصب اصولی میتونه به دلیل حجم کوچیکی از سر جنگی FPV ها مانع از وارد شدن آسیب جدی به ادوات جنگی بشه. البته اضافه کردن زره قفسی تحرک پذیری و قابلیت های رزمی ادوات رو محدود میکنه. برای مقابله با FPV در محیط غیر جنگی اولین اقدام شناسایی سریع و دقیق ریزپرنده متخاصم هستش. برای شناسایی مؤثر و تضمین شده اتکا به یک سنسور واحد عقلانی نیست و شناسایی لایه لایه و با مشارکت تجهیزات مختلف باید انجام بشه. عمدتاً در بحث شناسایی از رادارهای 360 درجه و یا چند وجهی برد کوتاه آرای فازی استفاده میشه، اما جستجوگر راداری به تنهایی کافی نیست و ممکنه که در تفکیک بین یک پهپاد و یک کبوتر دچار مشکل بشه. پس به عنوان مکمل باید از سامانه‌های الکترواپتیکی و تصویرسازهای حرارتی هم استفاده کرد. انواع خاصی از این دوربین‌ها هم میتونن هم برای پایش و هم برای کشف اهداف و رهگیری اونها به کار گرفته بشن. روش دیگه‌ای که بسیار مؤثر و ارزون قیمته تجهیزات جمع‌آوری ارتباطات سیگنالی است که سیگنال‌های ارتباطی پهپادها رو شناسایی می‌کنند و حضورشون رو هشدار میدن. همچنین سنسورهای صوتی حساس به پروانه‌های پهپادها هم میتونن برای هشدار اولیه مؤثر باشن. در بخش انهدام و یا از کار انداختن ریسپرنده‌ها ما باز هم شاهد رویکردی لایه به لایه هستیم. در اولین لایه اخلالگرهای مختلف رادیویی و ماهواره‌ای قرار دارند که در طیف‌های مختلفی فعالیت می‌کنند و سعی دارند ارتباط پهپاد با مرکز کنترل رو قطع و یا مختل کنند. در لایه بعدی اقدامات سخت قرار دارند که سامانه‌های پدافند لیزری با ایجاد حرارت بسیار بالا علیه ریزپرنده باعث سوختن مدارها و سیم‌ها و لایه‌های اون می‌شوند و به این ترتیب باعث آسیب رسوندن به بدن و انهدام کامل اونها می‌شوند. توپ‌های پدافندی با تکنولوژی ایربراست و گاتلینک ها برای مقابله با این ریزپرنده ها بسیار مؤثر هستند. همچنین میشه از تورهای پدافندی نامرئی، پهپادهای شکارچی پهپاد و حتی از پرنده های شکاری آموزش دیده هم استفاده کرد. در ایران سیستم جامع ضد ریزپرنده شاهین توسط وزارت دفاع برای دفاع از مراکز حیاتی نظامی و صنعتی کشور طراحی و تولید شده و انتظار میره که تمامی مکانهای حیاتی کشور به این تجهیزات مجهز بشن. این سامانه شامل رادار کشف ریزپرنده، سامانه الکترواپتیک با دوربین فروسرخ، اخلالگرهای چند طیفی، فنس‌های نامرئی و تورهای استتار پلیمری هستند که در حمله FPV های رژیم ابریزبان به آشیانه مونتاژ پهپاد وزارت دفاع در اصفهان عملکرد خوبی رو از خودشون نشون دادن. خب رفقا، به پایان برنامه امروز هم رسیدیم. خیلی ممنون که ما رو تا به این لحظه همراهی کردید و امیدوارم که از این برنامه هم لذت برده باشید. به رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستیم و تا برنامه بعدی، یا علی مدد.